ادعاهای رئیسی جلاد در مورد اینکه اوضاع خوب اقتصادی وجود داره و اینکه کشور رو به جلوه و تعریف و تمجیدهای خامنه از اون یه طرف و اسارت کاملا مخالف این ادعاها از طرف دیگه فضای رسانه های رژیم رو پر کرده داستان چیه همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران سلام به شما و خوش اومدید به این گفتگو سلام و تشکر میکنم از فرصتی که دادید و سلام میکنم به دوستان و همراهان برنامه به ویژه های شورشی در سراسر خاک میهن هستیم در خدمت خیلی ممنون آقای حفاره این تناقضاتی که گفتیم در چه زمینه هایی هست و به چه صورتی مطرح میشه ببینید این تناقضات در تمام زمینه هاست و در چارچوب نگرانی برای سرنگونی رژیم مطرح میشه تقریبا هر ادعای هر حرفی که رئیسی و خامنه ای گفتن بلا فاصله خلافش در رسانه ها مطرح شده و حرفشون هم یک چیزه که آقا این راهی که میری خطرناکه باید بیای به این راهی که ما میگیم حالا این راهی که اینا میگن چیه یک نمونهش الان تو بخش اخیر اخبار اشاره کرد که مهدی نصیری گرداننده سابق کیهان خامنه ای این اومده گفته که امیدوارم که نظام به این نقطه برسه که باید جام زهر رو بخوره اشاره آه. کرده به شرایط که خلاصه راه پس و پیشی نیست و این سیاست ها شکست خورده است مشابه همین حرف در درون رژیم عارف زده همین امروز تو رسانه ها منکس شده که این عارف هم برای خودش یکی از سرکرده های باند مغلوب سالها فراکسیون های باند مغلوب تو مجلس ارتجار رو اداره میکرد این هم گفته که خلاصه الان اوضاع جوری نیست که با فشار و زور بتونیم حرف اون رو پیش ببریم برست. این هم یک گام عقب نشینی چیز کرد در واقع نقطه عجیب بر خود من اینه که حرفی نیست که زده بشه و بلافاصله پاسخش در درون رژیم در نیاد نگاه کنید نمونه خیلی جالبش همین اعلام اسم سال بود که علی. خامنه ای اومد اعلام کرد سال افزایش تولید و مهار تورم از این چیزا بلا فاصله دیدیم که تو رسانه های مختلف و کارشناساشم هم میگفتن نه که صرف دعوای باندی باشه استدلال میکردم دلیل مدرک میوردن که آقا سرنوشت این یکی شعار سالم مثل بقیه است یعنی اوزا به همین منوال که خواهد بود هیچ ممکنه بدتر هم بشه بله اینجوری خامنه در میگفتش اینو بیشتر تو سربرگا و اینجور چیزا استفاده می‌کرد خود خامنه‌ای هم میدونست خامنه می چی میشه دیگه مسخرش کرد خودش بلده. حالا یک نمونه دیگه نگاه کنید همین داستانه چیز خامنه ای این هاشمی تبا بود بالی. این کاندیدای دائم و ثابت دوره های قبلی ریاست جمهوری نظام بود که اونم اومد با همون لحن مسخره و گزنده ای گفتش که با این وضع که پیش میره باید منتظر دعا کنیم بدتر نشه که بهتر نخواهد شد بالی. این وضعیتش یک نمونه دیگهش این روزها رسانه های باند خامنه ای بله. این نقل قول های رئیسی ها زیاد باد بهش میزنن که آقا ما در مقابل نمیدونم سلطه دلار ایستادیم سلطه دلار رو به شکست کشوندیم چیکار کردیم همین امروز روزنامه حکومتی جوان مال سپاه پاسداران از این ادعاها پر کرده تو صفحات اولش درست همین امروز تو رسانه های حکومتی پاسخ این ادعا که به اصطلاح هیبت دلار شکستیم و تونستیم پول ملی ها از تاثیر اون نجات بدیم محسن هاشمی رئیس اسبق شورای غلابی شهر تهران اومده گفته که از دوران قاجار تا دوران رئیسی یک طرف این دو ساله دولت رئیسی هم یک طرف در مورد سقوط ارزشه پول ملی این دو ساله اصلا از همه اونا جلوتره دلیلش هم اینه که میگه رئیسی اومد دلار هزار تومانی رو گرفت الان دلار بالای هزار تومنه بله این وضعیتش یا یکی دیگه شون رئیسی مثلا مدعی شده که آقا ما تعاملات تجاریمون رو دلار رو دور زدیم و با کشورهای دیگه داریم راه میریم از این هر ادعاها یک عضو شورای شهر اتاق بازرگانی رژیم امروز دانشمند نامی این اومده گفته که آقا اصلا تعاملات بانکی بین المللی که روی ما قفله هیچ حتی بانک های چین و روسیه هم حاضر نیستن با ما معامله کنن و این بسته شده دیرو پری روز هم دیدیم که خود اراق که دیگه رژیم اونجا رو تیول خودش میدونست بدهی های رژیم به دلار بهش نده اومده به دینار داده که این گفتن درصد بالایی هم باعث شکست این میشه این صحنه ها اینجوریه که دارید میبینید یعنی در واقع حرفی نکته یا ادعایی نیست که از طرف خامنه یا رئیسی بشه بلا فاصله با زبون درازی و انقلت گفتن در درون خود رژیم روبرو نشه و ردش کنن بله خب به قول شما این زبون درازی و این تناقض مهم رو آقای هفت برادران چه جوری میشه تفسیرش کرد علتش چیه تفسیرش رو فکر میکنم باید بیرون رژیم جستجو کرد بله تفسیرش رو باید در شرایط انفجاری جامعه دید تفسیرش رو باید در فراهم بودن شرایط عینی جامعه برای انقلاب و دگرگونی دید تفسیرش رو باید در شکست کامل خامنه ای دید بله ببینید خامنه ای از سالها قبل در اینا میدونستان که به نقطه قیام و انقلاب این جامعه خواهد رسید و از پیش براش طراحی کرده بودن از پیش دعوا داشتن که چه راحل یا بریم خامنه ای بالاخره آخرین برگش رو رو کرد و رئیسی رو آورد البته به قیمت یک جراحی بسیار سنگینی در درون خودش حذف یه سری مهره های نزدیک به خودش مثل پاسکال لاریجانی رئیس قبلی مجلس ارتجا و امثال اینا رو زد کنار تا رئیسی بیاره تا این رئیسی به اصطلاح پاسخگوی این شرایط انفجاری و قیامی جامعه بشه ولی الان در عمل دیدیم که رئیسی هر کاری کرده به عکس خودش تبدیل شده چون واقع اگر رئیسی تونسته بود کاری بکنه میتونست خطی پیش ببره میتونست اونجوری که خامنه ای خاصه اوزا رو مهار بکنه بحران های رژیم رو حل بکنه یا رو به حل ببره خب اونایی دیگه هم ساکت میشدن اینقدر زبون درازی نمیکردن میدونستن که نه. تو منطق دیگه بالاخره دست بالا رو داشت نمیتونست اینقدر دروش در بیان. ولی اوضاع چنان شکست خورده است که الان تو درون باند خود خامنه ای هم اعتراف به این شکست, شکست محتوم میشه و اعتراف به اینکه که قهرن و قطعا قیام و انقلاب در پیشه ببینید اینا که میگن آقا ما قیام رو سرکوب کردیم تموم شد رفت همین دیروز ایجایی اومده بود گفته بود که دشمن هنوز داره شیطنت میکنه آنی. یعنی با گوشت و پوستش رژیم داره این آتش زیر پوست جامعه رو حرس میکنه نبزش داره میفهمه میگیره چند روز پیش بود پاسدار کرمی سرکرده نیروهای ویژه گفته بود که برای سال آینده ما باید آماده مواجهه در 400 شهر نیرو داشته باشیم دو برابر سال گذشته خودشون گفتن 200 شهر بوده شهرهای قیامی یعنی خودشون عملا دارن اینجوری چیز میکنن یعنی الان میخوام بگم که بلوغ بحرانها در واقع به نقطه رسیده که حتمی کرده قیام و انقلاب و دگرگونی رو و از این طرف بلوغ بحران ها باعث شده که این باندها در مقابل هم صف ببندند. اینها دارن میگن آقا بیا زخم بخور اینجوری داری میره به سرنگونی نزدیک میشی خود خامنه ای هم سال سالها پیش گفته بود که اگر یک گام عقب بشینیم خمینی هم گفته بود دشمن 20 قدم میاد جلو و قهرم میریم تو یک نزول بی پایان یعنی حالا اگر بنا رو بر حرف همین دو دسته در درون رژیم بگذاریم فقط برای رژیم یک انتخاب باقی مونده که دوست داره چه جوری سرنگون بشه اینوری بره سرنگون شه یا اونوری بله خیلی ممنون از شما آقای هفت برادران از وجودتون و نکات ارزنده‌ای گفتین با تشکر از شما